خوش آمدین هموطنان عزیز آرزومند هستم، با ما باشین، ما رو تنها نگذارین و خوشبختانه مهماندار هستیم و البته به معرفی میگیریم. بله، خوشبختانه آقای محمد نصیر اورال رئیس عمومی بنیاد خیریه دست کمک با ما هستند، در برنامه تشریف آوردن و در مورد بنیاد خیریه دست کمک بیشتر صحبت ها را می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشین و تنها نگذارین. سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح بخیر. تشکر، سلامت باشین. به اجازه شما و بینندگان عزیز امیدوار هستم که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. انشالله که شما خوب و سعادتمند باشید. ممنون از شما، خیلی خوش هستیم شما در کنار خود داریم و بیشتر صحبت ها در مورد این همه بنیاد خیریتون می باشه که چقدر مدت زمان میشه شما فعالیتتون آغاز کردین و ابتدای کارتان از کجا بود و به چند ولایت فعلا فعالیت دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنیاد خیریه دست کمک یک بنیاد غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده که ما این بنیاد از طریق تعداد یک جوانانی که تحصیل کرده هستند آغاز کردیم. از شهر مزار شریف آغاز کردیم. امروز خوشبختانه در ولایت کابل ننگرهار ما فعالیت داریم و روندی بنیاد زمانی که ما شروع کردیم یک مفکوری، یک ذهنیتی بود که ما میخواستیم ما جوانان خود ما از صفر آغاز کنیم تا بتانیم که دست ده ها هزاران بی‌بزاحت، افراد بی‌بزاحت و نیازمند و کسایی که از تحصیل باز ماندن اونا را دستایشان بگیریم. بسیار خوب. آقای اورال، میشه در مورد اینکه شما بنیاد خیریه را کارش فعالیتش آغاز کردین بیشتر از ولایت مزار شریف آغاز کردین، چه تعداد از در تیمتان و چه تعداد از اعضای همکاری دارن از هموطنان ما، جوانان ما، و بیشتر فعالیت هایتان دست کمک و نیازمندی که میشه بگیرین بیشتر مشخصا در کدام بخش ها فعالیت دارین و کار میکنین؟ تشکر از شما. بنیاد خیریه دست کمک بنیادی است که بنیادش از بین مردم ایجاد شده و پایه‌گذاریش از طریق جوانا هسته‌گذاری شده و این بنیاد بنیادی است که نه ما را دولت حمایت میکنه و نه ما خود ما تجار هستیم. شاید سوال خلق شود که این بنیاد کی حمایت میکنه؟ بنیاد ما زمانی که از شهر مزار شریف آغاز کردیم از روند جمع‌آوری 100 افغانی از هر دکان ما شروع کردیم. زمانی که ما 100 افغانی جمع کردیم که کدیم ما بیشتر از یک سال میشه که ما فعالیت میکنیم که خوشبختانه در کابل می روند ما شروع کردیم که از طریق اینمی 100 افغانی ما توانستیم که به تعداد 200 پرسنل که از جوانایی هستند که رضاکار ولی ما یک مزد برش میتیم که امو بتونه که کرایه را، تحصیل و یک 10 دونه نان برای فامیلش هم ببره و همزمان به این حساب ما ماهانه به غیر از اینکه ما دسته جمعی کمک میکنیم و این کمک ها را ما برای فقرا میرسانیم، ما در حدود 200 فامیل هم ماهانه ما تقویت میتیم و این بنیاد ما خوشبختانه در ولایت بلخ در شهر مزار شریف یک مرکز آموزشی هم از این 100 افغانی که ما کمپین جمع‌آوریش داریم که در از هر دکان، از پیش تجارای ملی، از پیش دکاندارای عزیزی که ما را امروز می‌بینید تشکری می‌کنیم که واقعا کمک کردن و یک مرکز آموزشی را ایجاد کردیم که در حدود 500 شاگرد ما شاگردایی که بی‌بزاحت هستند رایگان درس می‌دیم اونا را. بسیار خوب. خب میشنویم در مورد ازی که در موج اول ویروس کرونا زمانی که آغاز شد تمام نهادها بود که فعالیت زیاد داشتن به خاطر آگاهی دهی. همین گونه که وزارت صحت هم آگاهی دهی خیلی زیاد داشت، همین گونه بعضی از بنیادها یا نهادهای بود که بیشتر فعالیت‌های خود انجام میدادن. میشنویم در مورد هم از شما و در مورد ازی که در فصل سرمای زمستان چقدر کمک‌های زیاد می‌کنید. ما خوشبختانه در زمان کرونا که قرنطین بود بیشترین کمک‌ها را داشتیم. در حدود صدها فامیل ما زیر پوشی گرفتیم. یک چیز جالب کمک‌هایتان از قبیل چی بود؟ کمک‌ها اولا خب بخشای سی بود که ما ماسک بود، یک تعداد کمک‌ها دوستای ترکی ما روان کرده بودن که ایجاب بودن قرآن کریم، ماسک و صابون و غیره مورد ضرورتی که برای مانع مرض کرونا را شود. خوشبختانه به آخر و دیگه کمک‌هایی که ما داشتیم برای افرادی بود که جنگ زده از سایر ولایت شمالی که بیشتر از صدها خیمه‌نشینی که امی لازم حضور داره که ما یک دو هفته پیش سروی رفتم که در زمان هم اونا در گرمی قرار داشتند. در این قرنطین ما خوشبختانه اینقدر تلاش کردیم، کار کردیم که تا 10 بجه 9 بجه شب وقتی که ما میرفتیم از 8 شروع میکردیم تا 10 شب ما در ساحه میرفتیم فعالیت میکردیم، پس میومدیم راحت. باز ما را میگفتن چرا کرونا نمیگیره، ولی خوشبختانه ما در خودمون حیران بودیم چون اینقدر تلاش کردیم که کرونا هم وجود داشت ولی ما به حالت مبارزه بودیم، به حالت جنگ بودیم که جنگجو هیچ وقت فکر نکنم درست چی شده بتانه. به این لحاظ در وقت کرونا ما داشتیم کمک های بسیار خوبی را و در اواخری که در زمستان هستن ما بیشتر از چند صد فامیل آدمی چند روز قبلی گذشته در خیمه نشینایی که آواره از جنگ هستند در بدر هستند که یک لقمه نان خشک هم ندارن. وقتی که ما با سروی رفتم بسیار یک کسی اول داد برای ما گفت که ببینین اینجا خیمه نشین است، ما واقعیت حالت ما بد است، ما زندگی ما خراب است. ما بسیار شنیده بودیم در یک موقعیت رفتیم 10 بجه شب رفتیم جای بود یک ضرورالمثل است یک جای از جولان است. وقتی که اینجا تماس گرفتن که یک بخش از خیمه نشینا بود ما واقعیت 3 بجه شب رفتم برای سروی. وقتی دیدم واقعا وضعیت اینا خراب بودن وقتی خیمه را بالا میکنیم لیافایشون کمپلایشون سوختگی است، میگم ما ایندمی حالت هستیم، لرزه میکنن، تفلکایشون خو هستن، زیرای صندلی خو هستن یا که صندلی ندارن، یک توشک یک کمپل گرفتن. ما میگیم چرا آمدین؟ میگم مجبور هستیم، اگر اونجا باشیم طالب ما را میزنه یا ایسو دولت راکت و یا اوان میندازه. بالاخره خانه ما زیرای خاک شده آمدیم اینجا با حالت زندگی میکردن که در مزار شریف امو روزا سردی به اوجی بود که اصلا به حالت نرمال شما گشته نمیتونستیم. ما برای از اونا خوشبختانه تانستیم که از این روندی که پیشتر یاد کردیم از این روند و از کمکایی که از خارج از کشور آمده بودن ما برایشان کمک بکنیم. دقیقا. خب آقای اورال میشه در مورد این که چون شما خودتان هم یادآور شدن که ایجاد این بنیاد خیریه از بین مردم بوده و کدام از آدرس کدام جای یا نهاد یا مؤسسه شما کمک نمیشین یا حمایت صورت نمیگیره، چطور بتونن هموطنان ما و مردم ما اگر دست کمک یاری داشته باشن با مؤسسه خیریه شما یا بنیاد خیریه شما بپیوندن؟ میشه در این مورد هم بیشتر بگویید؟ تشکر. دفتر ما هم در کابل هم هستند، در ننگرهار و ولایت بلخ هم است. ما نمیگیم ولی مرکزیت ما هر جایی که دفتر ما اونجا مرکزیت ماست. ما یک پیش از اینکه این موضوع را یاد کنم ما یک خاطره از جریان جمع‌آوری را برای شما بگیم، بسیار جالب است. روزی از روزها بود که در افغانستان یک رواج است اگر کار خوبم بکنین شما را یک پسخند میزنه، اگر کار بدم بکنین یک پسخند میزنه، یک تنه شانه میتب و بعضی از افراد هستن، نیست که تمام مردم افغانستان باشه. ما برای جریان جمع‌آوری صد افغانی ما خودم همراه معاون بنیاد و یک تعداد اعضای دیگه برآمدیم، به دکان میگردیم، یونیفرم مجهز با بنیاد بود و کاردم بود، برآمدیم یک جای صدا کرد گفت که تو اورال نیستی؟ تو بچه فلانی نیستی؟ ما گفتم ما چی شده؟ والا تو گدایی مادر نگرفتی. ما گفتم درست است، ما از همه چیز پر هستم. ولی همون لحظه یک بابه که همو بوجی هم در پشتش بود تیر میشد از دستش گرفتم گفتم که برادر ما به خاطر از این گدایی میکنیم، اگر امروز تو بخیزی و ما بخیزیم و 4 تا جوان دیگه جرأت بکنه مورال بگیره برای اینمی گدایگرا از سرک برداره. ما یونیفرم خوب لوکس همه چیزم برابر، ما به خاطر چی برآمدم؟ با 100 افغانی ممکن ما چیزی نشم ولی با 100 افغانی ما میتونم این فامیل حمایت کنم، اولادش در تعلیم و تربیه تشویق کنم و خودش اسپانسر کنم. سعی کرد از چشمش قسمم تو عشق آمد گفت که باغز آمدم تو گفت که والا تو راست میگی. کشید از جیبش 1000 افغانی را و بسیار معذرت میخوایم، روندت خوب از گفت ادامه بتی. ما به این طریق آمدیم و این بنیاد ایجاد کردیم. نه بنیاد ما را جناب وزیر صاحب حمایت میکنه، نه وکیل صاحب، نه رهبر سیاسی، مستقلانه تعداد از جوانان برآمدیم، جرأت کردیم و آمدیم و فایده ما براتون بگیم. فعالیت کردن در افغانستان در این شرایط مستقل باشین بسیار مشکل است. ما با چالش های بسیار زیادی مواجه شدیم. همین روزا مثلا امنیت میآوزه میخواه حقشون از بیه، وقتی که اسناد میبینم که والا شما دوز هستین، پس امروز ما جوانا برآمدیم با یک لباس و با یک کرتی تمام زندگی را اعلام کردیم، آمدیم برای از اینکه 4 تا غریب بیچاره را ما بگیریم زیر پوشش بگیریم. ما دوز هستیم؟ شما چی هستین؟ ما دوز نیستیم، ما جوانایی هستیم که احساس کردیم نرفتیم، تمام زمینی رفتن خارج به ما مهیاسه، نمیریم تا اینکه وطن آباد نکنیم. ما آباد نکنیم، شما آباد نکنیم، چهار تا جوانی که امروز هستن آباد و آزاد نکنه این وطن، هیچ کس آباد کنه نمیتونه. از گرسنگی ده ها هزار لک ها نفر ما اینجا گرسنه مرده شدن. دیروز در مزار شریف یکی روز پیش یخ زده بود، دراز روی سرک خواست، کسی میره میبینه که مرده. و این برای من کسی گفت که بیادر و این شب زمستان باور که تفلکم جان دادشته، ما چی کنم؟ ما گفتم بیادر ما توانایی ما میخواسته صبر که برای روان کنم، نه رفت صبحش تفلکش رفته. ولی چیزی که اگر من نمیگم که هر نهادی که از من خدمت میکنه لطفاً به جیب خود امو قدری که میزنین امور انصافاً به مو چهار تا غریب بیچاره هم فکر کنین. وضعیتشون بسیار خراب است. خیمه‌نشینایی هستن که من همین ویدیویش هم برای شما آورده بودم که او را میدیدین، یک بار نشر میشد، باز میدیدین که با چی حالتی اونا زندگی میکنن. من سه بجه شب رفتم اونجا، من کمپل بالا میکنم، یک خانم امرای شوهرش و دو طفل در بینش گرفته و یک کمپل هم گرفته خواب است. میگم چرا اینجا آمدین؟ اینجا چرا خواب هستین؟ چی کنیم خی؟ از جنگ کرده اینی بدبختی برای ما خوب است. ما امیدوار هستم که صلحی که در راست این صلح بیایه. در غیر از او هیچ افغانی آرام نمیمونه، همگی ما گوش نمیمونیم، در بدر میشیم حدیث چهار تا ناامنی و جنگ و گپ سخن. بله، خب ممنون از شما از یک تشریف آوردین. انشالله ارزمند هستم به امید کارهای بیشتر شما و موفقیتان همچنان. سلامت باشین. تشکر و در سلام. بفرمایید اگر حرف در آخر میخواستم یک موضوعی را بگویم که نهادهایی که هست، بنیادهایی که هست و کسایی که امدادرسان است، کمک رسان است، اینا خواهشمند هستیم که بشتابند و به این اساسی کار کنند. نه که مثلا با یک قطعه روغن و یک قطعه برنج و چیزا امو سات خود تیر کنند. ما از این نگاه خواهشمند هستیم و در آخر ما میخوایم که افغانستان ما با یک صلح دائمی بیاید که و هیچ کس این روزا را نبینند. انشالله. ممنون خود بود، ممنون از شما. فعلا هم یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. ما را همراهی کنید، تنها نگذارید.